امام هادی علیه السلام سیارد. از ایشان روایات زیادی به جا مانده است و کلمات دورربار حضرت همواره راهکشا بوده است و حکمت آمیز است یکی از کلمات دورربار حضرت جمله معروف است که حضرت درباره دنیا و انسانها مطالبی را بیان فرموده است میفرمایه از دنیا سوق رب حفیها قوم و خسر آخرون میفرماید دنیا همانند بازاری است که در این بازار در این بازار خرید و فروش یک عده سود میبرند و یک عده هم ضرر میکنند و خسارت میبینند ما منظور حضرت از سود بردنی از این دنیا این است که برای آخرتشان انسان هایی که تلاش میکنن کار انجام دهند کاری برای آخرت انجام میده چون دنیا مزرعه آخره دنیا محل کشزار است برای آخرت که میوه های آن و نتایج آن را در جهان آخرت انسان باید بچیند بله. چه خوب است که یک انسان مؤمن یک انسان مسلمان در دنیا کاری انجام بدهد که برای آخرتش ذخیره باشد یکی از کارهایی که خصوصا در زمان فعلی در وضعیت بحرانی جامعه اسلامی ما به خصوص جامعه افغانستان مسئله انفاق و بخشیش هست که موضوع بحث ما هم راهکارهای فقر زدایی از جامعه است. در این روزگار جامعه افغانستان مردم مسلمان افغانستان گرسنگی فقر ناداری بیداد می کند بله. اگر هست. کسی بخواهد در این دنیا سود ببرد برای جهان آخرتشان ثروت و سرمایه ای را کمایی بکنن و ذخیره بکنن بهترین ثروت و سرمایه برای آخرت و ذخیره برای آخرت چیه؟ انفاق, انفاق در راه خداوند هست به تعبیر دیگر در زمستان سرد کابل و شهرهای دیگر با یک بوجه زغال سیاه می توانیم صورتمان را سفید کنیم سفید و چی خوب است که یک انسان مسلمان مؤمن ثروتمند به یاد فقرا و مستمندان در هوای سرد باشند و این بهترین جمله و هدیه است از امام هادی علیه السلام در ایام شهادت آن بزرگوار که فرمود "الدنیا دنیا سوقون رب حفیها قومون و خسره آخرون خداوند انشاءالله همه ای ما را از پیروان راستین امام هادی علیه السلام قرار بدهد و به این جمله معروف ایشان بتوانیم عمل بکنیم و گام